فرماندهی عملیات آزادسازی موسل اعلام کرده همه مناطق تحت تصرف داعش را آزاد کرده و تا ساعتی دیگر مژده آزادی کامل موسل را به مردم عراق میدهند. روز شنبه ده ها پیکارجوی داعش در بخش قدیمی موسل کشته شدند و شاهدان عینی از کشته شدن تعداد زیادی غیر نظامی هم خبر دادند. در همین حال برت مکگرگ نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا برای جنگ علیه داعش راهی شمال عراق شده است. برای بررسی بیشتر علی جلالمردی از عراق با ماست. علی لطفا برای ما بگو جنگ موسل به کجا رسیده و چرا فرماندهی عملیات نینوا اعلام کرده موسل تا ساعت دیگه به طور کامل آزاد میشه؟ پیام ظهر امروز جنرال عبدالامیر رشید یارالله، یعنی فرمانده اصلی عملیات آزادی نینوا که به عملیات در واقع موسل جزء اون هست کل استان، گفت که در چند ساعت آینده موسل به طور کامل پاکسازی خواهد شد و پاکسازیش اعلام میشه. آماده جشن هستیم. مراسمی رو هم بدین منظور آماده کردند که مراسم جشنی که برگزار بکنن. محله های بابتوب، سوفساقه و خیابان نجفی، یعنی چند کوچه و خیابونی که در تصرف داعش باقی مونده بود رو نیروهای دولتی پس گرفتند و در حال حاضر در چند منزل تنها مقاومت‌هایی هست که به گفته فرماندهی کل عملیات استان نینوا این مقاومت هم چند ساعت بیشتر طول نمی‌کشه. امروز بیش از 40 پیکارجوی داعش رو نیروهای دولتی از پای در آوردند. داعش در حدود 150 متر باقی مونده که گفته میشه در مجموع 150 نفر هم اونجا هست که همان پیکارجوی داعش نیستند. تعدادی از اونها در واقع خونواده های افراد داعشی هستن که نیروهای دولتی دارن خونه به خونه جلو میرن، چون اکثرا بعد از خودشون رو بمب‌گذاری کردن پیکارجویان داعش و نیروهای دولتی به همین دلیل بسیار آروم جلو میرن و از امروز در واقع هر جایی هم که مقاومتی باشه خونه رو بر سر پیکارجویان داعش خراب میکنن و یا آتیش میزنن. در حال حاضر جنگ و درگیری شدید در اون بخش موسل قدیمه یا منطقه قدیمی شهر که در غرب موسل واقع شده کماکان جریان داره. همه منتظر هستن ببینن چه اتفاقی میفته در ساعت پیش رو. و همچنان این پرسش باقی هست، علی، چه تعداد غیر نظامی در منطقه‌ای که داعش هست باقی مونده؟ پیام خیلی عجیب هست. آمارهایی که در واقع هم رسانه‌های دولتی و هم در واقع مقامات رسمی عراقی منتشر می‌کردن مشخص شده چندان واقعیت نداشته. تا دو روز پیش می‌گفتن که چند هزار نفر در این محدوده کم هست، در محدوده 500 متری. حالا که میگن 150 متر میگن در مجموع با پیکارجویان داشت 150 نفر اونجا هستن. مشخص نیست بقیه پس چی شدن، در صورتی که در سه روز گذشته حدود 2000 غیر نظامی رو نیروهای در واقع عراقی نجات دادن. بنابراین اینجا مشخص میشه آمار و ارقامی که خود مقامات رسمی عراقی میدادن چندان درست نیست. ولی امروز برت مکگرگ، ظهر امروز نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا برای مبارزه با داعش، در بغداد کنفرانسی مطبوعاتی برگزار کرد، گفت که 2 میلیون آواره عراقی به خانه و کاشانه خودشون برگشتن. در حال حاضر مسئله اصلی بازسازی موسل هست. حساب داعش تمومه، کار داعش تمومه و در محدوده 250 متر مربعی به گفته برت مکگرگ باقی موندن که اون هم به زودی تمام میشن. مرحله بعدی بازسازی شهر و بازگرداندن حدود 800 هزار آوار است. بنابراین آمار زد و نقیزی پیام از وجود غیر نظامیان در منطقه موسل قدیمه هست که دیگه واقعا نمیشه به هیچ کدوم از اینها اعتماد کرد، کما اینکه هیچ خبرنگار مستقلی هم در اون نقطه اصلی جنگ وجود نداره که این مسئله رو تایید بکنه.